در خارج بهش میگن نانچاک، بیشتر بهش میگن نانچاک تا نانچیکو. برحال یاد گرفتن نانچیکو زیاد کار سختی نیست و مثل هر چیز دیگه احتیاج به تمرین داره. تمرینش هم بسیار ساده است و شما خودتو میتونین تو خوره یاد بگیرین انجام بدین. یاد گرفتن نانچیکو هیچ ربطی با کاراته نداره، همینجور که مثلا استفاده کردن از اسلحه لازم نیست که شما حتما سرباز باشین یا سربازی کرده باشین که بتونین از اسلحه استفاده بکنین. نانچیکو یک وسیله ورزشی هم توی یک اسلحه سرد، ولی من امروز به عنوان یک وسیله ورزشی برای شما ارائه میکنم و هدف اینه که وقتی شما از نانچیکو استفاده میکنین تمام عضلات دستتون، شونتون، پشتتون و سینتون ورزش بکنه. اگه این هر روز این کار انجام بدین تمام عضلاتتون ساخته میشه. من تازگی ایران بودم و بخواستم نانچیکو بخرم تو ایران و متوجه شدم که نانچیکویی که تو ایران بود کیفیتشون زیاد خوب نبود. در حالی این پینی که اینجا بود یا این میخی که اینجا بود در میمد و این میخ وقتی در بیاد البته اینا از هم جدا میشه و وقتی از هم جدا بشه چون با سرعت با نانچیکو کار میکنی ممکنه پرت بشه، سرکله کسی بخوره یا تی وی چیزی وسط بشکنه. این از اون نظرش اصلا خوشم نیومد. اگه مکانیک خونده باشی شما میتونید یک نانچیکای بهتری درست کنید. اگه بخواید نانچیکای ابتدایی درست کنین میتونید یک چوب جارو بگیرین، حتی وقتی که گرد بشه و بتونید دستتون رو دورش بپیچونین یعنی قطرش کافیه. اگه یک سوراخ از جانب بکنید، یه سوراخ از این بالا بکنید، میتونید یک تناب از این وسط رد بکنین، گره بزنید و دوتاشو با هم وصل بکنید و یک نانچیکو تو خونه برای تمرین درست بکنید. و مواظب باشین این تنابی که بخواید اگه خواستین کار بکنید، تنابی که استفاده بکنید تناب خوبی باشه و مرتب نگاه کنیم که به اصطلاح از هم نپاشیده شده باشه و باعث خطر نشه. من اگه بخواید تمرین بکنید نانچیکو بهتر بسازیم، بیشتر بخواید تمرینی باشه، برای ورزش باشه. من اینو خودم درست کردم، خیلی سنگینه نسبتاً، ولی همینجور که گفتم نانچاک یه چیزه وسیله ورزشیه و تمام عضلات دست و پشت دست و شروع بیدن ورزش بکنین. هرچی سنگین تر باشه البته خب ورزش بیشتر میکنین، ولی خب یا اینکه بیتر از این نانچاک های تمرینی بخرین. این نانچاک های تمرینی یک ورقه یک لایه نرم دورش رو که اگه کلتون بخوره این برابر درد نمیگیره، این از اون نظر خوبه. خب حالا که این مقدمه راجع به نانچیکو یاد گرفتیم میخوام یک درس اول شروع بکنیم. چیزی که میخوام یادتون بدم درس اول این حرکته، این حرکته که حرکت بسیار رایجیه در حقیقت. برای که این کار رو انجام بدید من پیشنهاد میکنم که یا بگیرید یا تناب بگیرید مثل این یا حوله چیزی احتمالا ما رو میتونید انجام بدید و اول با این شروع کنید. وقتی که اینو با تناب خوب یاد گرفتید چون اگه بهتون بخوره درد نمیگیره، به هر حال نانچیکو اگه که این لایه نرم نداشته باشه ممکنه بهتون بخوره درد بگیره، درجه کنترل بهتری هم داره. این حرکت اینجوریه که شما مش دستتون اینوریه بعد مش دستتون اینوری میشه، این حرکت اینجوریه، همش رو حرکت مش دسته، مش دست بالا مش دست پایین، مش دست بالا مش دست پایین و این باعث میشه که این حرکت بشه. توجه کنین که این سر تناب مسیرش علامت بی نهایته یا هشت انگلیسی به صورت افقی مسیرش این کمچه مسیری داره و همش روی حرکت دسته. وقتی شما این کار رو با تناب انجام دادید و یاد گرفتید که چجوری با تناب انجام میدید و میتونید نانچیکو بگیرید و با نانچیکوتون استفاده کنید. نانچیکو رو وقتی میگیرید نانچیکو رو تقریبا در این قسمت باید بگیرید، نه اینکه این پشتش رو بگیرید. این پشتش که بگیرید زیاد کنترل کمتری دارید، هرچند اینجا که بگیرید کنترل خیلی بیشتری دارید روی نانچیکو. خب میدونید چجوری میگیرید و شروع میکنیم. یادتون باشه که مش دست بالا مش دست پایین همش روی حرکت مش دسته، مش دست که بالا و پایین میشه این نانچاک کچه پرک میکنه و این حرکتی که میخواستیم یاد بگیریم. البته همیشه این کارهایی که میکنید یادتون باشه همیشه با دو دست هم میکنید، هم با دست چپ هم با دست راست هم میکنید و این
خب خیلی مهمه، چون الان در حقیقت میتونید با وقتی که بهتر با این حرکات یاد گرفتید و با هر دو دست یاد گرفتید، وقت میتونید با دو تا نانچاک کار بکنید. همین حرکت رو با دو تا نانچاک، البته یه خورده بیشتر، من دست رو میبرم تقریبا تا اینجاها و میچرخونم و این بلغش اینه که یکی این از بالا میاد، یکیش از پایین میاد. دقت کنید یکی دست من بالاست، یکی دست من پایینه. من میبرم این پشت میچرخونم، این پشت من میرم اینجا میچرخونم. دقیقا بینید دست من، دستم از شونم حرکت میکنه، از این بر میاد و این بر میره. خود این حرکت رو من مجبور نبودم شونام رو حرکت بدم، ولی اگه بخوام با دوتا انجام بدم مجبورم که شونام رو یک خود حرکت بدم که این پشت رو انجام. از این خود ممکنه در وقتی که خیلی بهتر و بیشتر یاد گرفتین ممکنه بخواید این انجام بدید، ولی به هر حال چیز من اینه که حتما با دو دست تمرین کنید، که هم دست چپتون نانچوکو رو یاد بگیره هم دست راستتون. حرکت بعدی که میخوام انجام بدید حرکت اینه که این حرکت که یاد گرفتین نانچوکو رو به صورت افقی گرفته بودید، حرکت بعدی نانچوکو رو بخواید به صورت عمودی بگیریم، ولی هم همون کاره. یعنی در حقیقت همش حرکت مچ دسته، مچ دست بالا، مچ دست پایین. اگه بتونم بزنیم با یواش خیلی نمیشه انجام داد، چون خودشو پرته میکنه این نانچوکو، ولی همش رو حرکت دسته، بالا پایین، بالا پایین. این حرکت هم میتونیم با تناب هم میتونیم انجام بدید. با هم پیشنهاد میکنم که تمام این حرکات رو اول با تناب انجام بدید، وقتی که تناب رو خوب یاد گرفتید وقت به نانچاک، با نانچاک انجام بدید. خب این تناب رو میگیریم، تناب اینجوری میگیریم این دفعه و همین حرکت مچ بالا، مچ میچرخه، بالا پایین میشه و این کار انجام میشه. دوباره با هر دو دست امیدوارم که این کار رو انجام بدید، که این خیلی مهمه که هر دو دست رو تو این کار یاد بگیره. و این نانچاک رو یه بار دیگه اینجوری میگیریم و اینجوری انجام میدیم. وقتی که خوب این رو یاد گرفتین، وقت میتونیم با دو دست هم انجام بدین. دوباره همون برنامه سابقه، میان این دستا میرن این توی ساید، یعنی توی بغلتون اینجا میشرفن، جلوتون نمیشرفن، به هم نخورن. ولی باید مواظب باشین این کار رو انجام میدین، گاهی به هم میخورن، ممکنه توی کلتون بخوره. همیشه وقتی این وانجا کار میکنین مواظب باشین که به فضای بازی اطرافتون باشه، تلویزیونی، شیشه، چیزی، کسی جلوتون نباشه. میخواید تو گاهی از دست دادم در میری، را میخورد کلی کسی و میتونه خطرناک باشه. خب درس بعدی که میخواید یاد بگیریم این دست اینجوری که این نانچاک زیر بغله اینجوری و اینجوری گرفته شده، این نانچاک رو میخواید پرت کنیم، دوباره بیاد بره زیر بغل، نانچاک پرت میشه دوباره میخواد بره زیر بغل. دوباره این کار رو میتونیم با تناب رو انجام بدیم. این تناب زیر بغله، این میاد، ببینید چه اتفاق میفته. این دست من میاد اینجا عوض میشه، اینجوری خوره میچرخه، دوباره میاد سر جاش. با تناب میخوره شاد ساده نمیشه انجام دادن. یه خود تناب اگه گره تهش بزنی خود سنگین تر باشه یه خود بهتر کار میکنه. برابر این انجام میاد میچرخه، همش روی چرخش مچ دسته که میاد دوباره میره زیر بغل انجام میشه. تمرین کنیم با تناب یاد بگیرید. تمرین که وقتی با تناب خوب یاد گرفتید، وقت این دوباره میچرخه دست و میاد سر جاش، دوباره وای میسته. این میاد چرخش داره، اصلیش رو نگاه کنید متوجه میشین. دوباره با دست چپ و راستم این کار رو بتونید با جفت دست رو انجام بدید. بخواید با دو تا نانچاک انجام بدید، دوباره همون برنامه انجام میشه که این میاد اینجا میره دوباره میاد دوباره میچرخه، دست میاد اینجا میچرخه، دست میاد اینجا میچرخه، میره دوباره سر جاش، میچرخه میره سر جاش.